سلام سلام سلامی دوباره به این کایه که شما دوستان عزیز همراهان همیشگی لیلی بانو ما آمدیم با یه ویدیو دیگه در خدمت یکایی که شما دوستان عزیز باشیم. لیلا جان سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم مثل همیشه خوب و عالی باشید. ایشالله که حال دلتون همیشه شاد شاد باشه و لباتون همیشه خندون خندون باشه. طبق قولی که بهتون داده بودیم توی ویدیوهای گذشته گفتیم یه بیوگرافی از خودمون بذاریم براتون. حالا من یه سری سوالا رو نوشتم از اونجایی که ذره فراموش میکنم، گفتم بنویسم توی کاغذ که قشنگ‌تر بتونم توضیح بدم براتون. در واقع سوالاتی هستش که دوستان برای شما بیشتر پیش میاد این سوالا، و خیلی تشکر ویژه میکنم قبل از همه این چیزایی که الان باید بگیم. تشکر خیلی ویژه دارم از یکایک شما به خاطر حمایتاتون، به خاطر همراهیاتون، به خاطر کامنت های قشنگتون. یه سری کامنت ها داریم منفیاش خیلی کمتره، مثبتاش ماشاءالله خیلی بیشتره، و من مثبت ها رو که میخونم انگیزه بیشتر میگیرم، ویدیوهای بهتری ضبط میکنم. خیلی ازتون تشکر میکنم و خواهشی که ازتون دارم اینه که ویدیوهای ما رو تا اون دقیقه آخرش حتما تماشا کنید. آره، تا ثانیه آخرش حتما تماشا کنید. این بیشتر رو باعث رشد کانال ما میشه. و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید، سابسکرایب یادتون نره، و اینکه ما انگیزه بیشتر اون از نگاه های زیبایی شما هستش. بله، قطعا همینطور. خب بریم. بفرمایید. اولین سوال اینه که چند سالمونه؟ خانم ما معدن ترم. من 25 سالمه با 10 سال تفاوت سنی با میلاد جان. من 35 دیگه قاعدتا ایشون 25 با 10 سال تفاوت سنی، من 35 سال هستم. کجا زندگی میکنی؟ من بچه شمالم و آقا میلاد؟ بچه خانواد لرستان. استان لرستان. و با هم الان در شمال زندگی میکنیم، شهرستان زیبای لنگرود، و یه طرفمون دریاست، طرف دیگه همون جنگله. دوستانی که تشریف بردن شهر زیبای لنگرود، البته تا این فصل که پیشنهاد نمی کنم چون گرما و شرجی به شدت بالاه، اما یه خود یک هوا خنک‌تر شد، قدم شما دوستان عزیز روی چشم هم همینطوره. چند تا برادر خواهر شما؟ شما خانم مبارکتری شما بفرمایید. خب من بچه بزرگ هستم، خودم پسر اول هستم و کلا 4 تا پسر هستیم. 3 تا برادر. برادر که به غیر از خودم 3 تا داداش دیگه دارم. لیلا خانم شما؟ ما 3 تا خواهریم و یه داداش. من از همه آخرترم. تحتابانی در واقع ایشون دو قلو هستن. تحتابانی که قرار گرفتن با فاصله 30-40 ثانیه، یک دقیقه. اما یک دقیقه هم خیلی حتما خواهر دو قلو من میاد باستشون ویدیو میگیره. ما چه سالی ازدواج کردیم؟ اگه یادت بود. بله، چرا که یادم نیست. من تاریخ ها رو قشنگ یادمه. اولی تاریخ ها رو همه رو از اول بگم؟ نه، من نمیخوام. فقط بگون چه سالی عقد کردیم؟ چه سالی هم عروسیم؟ ما 17-12-1397 عقد کردیم. 18-4-98 هم عروسیم. 18-4-98 عالی. ماشاءالله حافظش تو تاریخ خوب کار میکنه. آفرین، دمت گرم. خوشم اومد. خواستگاری، اولین خواستگاری من و از لیلی جان مصادف با روز تولد من 5/9/94. خب من میخواستم یه چیز دیگه بگم. اینجوری گفتی میلاد اینا خیلی برای خواستگاری میرفتن میومدن، بعد مامان اینا، مامان بابا اینا قبول نمی کردن. درسته؟ گفتن راهمون دوره، فرهنگ ها فرق میکنه و فلان. بعد مامان همیشه الان میگه که میلاد اون ضربال مسئله هست، میگن هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد، میلاد واقعا اون کار انجام داد. ایشالله که خواهد به سلامتی بده. آخه شما مریض رفتی دار از خیلی. خب بعد راجب خونم، ما در حال حاضر پیش پدر مادر خودم زندگی میکنیم.
خونمون در حال ساخته. شغل آقا میلاد مهندس آرشیتکت هستن، مهندس معمار، مهندس معمار هستن و شغلش هم پروژه‌ای و مقطعیه. الان هم در حال حاضر سر ساختمون خودمون دارن کار میکنن، انشالله که به زودی ساخته بشه و ما هم جهازمون رو ببریم خونه خودمون. البته یه توضیح تقریبا کامل تری بدم، بیداشتن این رو فرماش کردن، پروژه‌ای که میگن فرماش کردن که خونه خودمون هستش، پروژه‌ای هست که 60 واحد، 60 واحد که ما داریم میسازیم. من خودم به صورت مدیر پروژه و مدیر سرپرست کارگاه اونجا فعالیت دارم که چیزی که چون جایی هستش که برای خودمه و دیگر دوستانی 60 اعضای دیگه می که هستن از بنده خواهش کردن که خودم مستقیما سر کار باشم و خیالمون راحت بشه. فردا روزی که سرمون رو رو بارش میذاریم خیالمون راحت باشه، امنیت داشته باشه دیگه، مثلا از این مسکن خونه های مسکن ملی و اینا نباشه. بعد دیگه سوال بعدیمون اینه که ماشین ما الان یک سال ماشین داریم، کلن 4 سال ازدواج کردیم، 1 سال ماشین گرفتیم و ایشالله خونم من به زودی آماده میشه تو خونه خودمون. البته تصمیم گرفتیم که قبل از اینکه حالا میدونیم خیلی طولانی میشه ساخت خونمون، ایشالله جمع جور کنیم یه خونه هم بخریم، ایشالله که ویدیو همونه تو خونه خودمون براتون بگیریم. بعد سوال بعدی، ورزش مورد علاقه چیه؟ ورزش مورد علاقه من خودم والیباله. من خودم همینم همین دیگه نمیگم. من خودم از بچگی، یعنی از کلاس اجتماع نکنم 4 ابتدایی بودم تا 3 راهنمایی من وزنه برداری کار میکردم. اون موقعی بود که در حال رشد بودیم، سنی حال رشدمون بود، من اون ورزش ها رو میرفتم، بابا دیگه نذاشت، گفت که میسوزه، که دست وقتی که سوخته بودم دیگه، قدم هم سوخته بود دیگه نمیخواست. بعد از اون من وارد والیبال شدم، پسرم و من وارد والیبال شد که همزمان با هم والیبال رو ادامه دادیم که من بخاطر درس دانشگاه بر کردم و پسرم رو ادامه دادم و همچنان هم والیبالیست هستم. خب دیگه نمیخوایم اون زمان ویدیو خیلی بلند بشه، منم خلاصه بگم که منم ورزش مورد علاقه هم والیبال، خیلی بهش علاقه دارم، خیلی دوستش دارم، سالها تو این حرفه کار کردم، بازی کردم و کلن که بگم که عاشق والیبالم دیگه. و غذای مورد علاقت؟ غذای مورد علاقه من بیشتر غذاهای سنتی هستش، قرمه سبزی که براش میمیرم. تمام مردا همین عاشق قرمه سبزی هست. خب قرمه سبزی، البته قرمه سبزی که انقدر روش روغن داشته باشه، آب گوشت، قیمه و علل خصوص لرها، کباب. عاشق کبابم. من خودم کباب دوست دارم. بله. اولیا ماکارونی هم خیلی دوست دارم. بعد شغل شما هم که گفتین. بله شغل شما. من بمونه. البته هنوز به این نتیجه نرسیدم بگم یا نه. کارمند هستن. شما برام کامنت کنید. ببینید نظر شما چیه؟ من میتونم چیکاره باشم؟ خوبه، دوست دارم نظراتتون رو بدونم، کامنتاتون رو بخونم ببینم چی راجع من فکر می‌کنید. چی بهش می‌خوره؟ آره چی بهم می‌خوره؟ چی راجع من فکر می‌کنید؟ پس منتظر کامنت‌های قشنگتون هستم بابت این قضیه. من البته کارمند چیزی آره دیگه لوند بیشتر از این. آره ببندش هم تو پرانتز رو. و دیگه رنگ مورد علاقه من، رنگ مورد علاقه هم پرسپولیس، تیم علاقه مورد علاقه هم، اما رنگی رو که دوست دارم حالا شاید همه بگن که دخترانه هستش، اما رنگ صورتی رو دوست دارم، رنگ های شاد و کلن دوست دارم، به خصوص رنگ صورتی. من هم عاشق رنگ توسی و صورتی هستم و لازم بگم که کل جهازم رو این رنگی کردم. کلن رنگ گرم و خونساییه به نظر من. رنگی هستش صورتی از لحاظ توسی، حالتی هستش که آرامش بخشه، دارم آرامش میده. خب من تا اینجایی که من الان یه سوالی بپرسم، خصوصیات اخلاقی تو من بله. خودم بگم بخوایی الان بگی
شما خصوصیت اخلاقی من، من خصوصیت اخلاقی شما؟ چه خصوصیت اخلاقی دارم؟ خودم نمیدونم. خب دیگران باید اینو راجع من نظر بدن. خصوصیت اخلاقی لیلا جان، الان مثلا من یه چیز راجع به تو میدونم، بگم یه صفت خوب یا بد؟ نه هر چی هستش، هر چی هستش. خب من میگم من باید راجع به دیگران نظر بدم، خودم نمیتونم راجع به خودم. صفاتی که لیلا داره، لیلا به شدت صبور هستش، مهربون هستش و خیلی خیلی جسور و از این اخلاقاش خیلی دوست دارم، ولی یه کوچولوی بگو میدونی یه کوچولوی تنبلی هم باهوداری میکنه، ولی در کل من خدا رو شکر میکنم نه اینکه دارم جلوی دوستان درد میکنم، همیشه همه جا گفتم خدا رو شاکر هستم که این پشتی مهربون هستم. مرسی، سلامت باشی. خب حالا من چه خصوصیات دارم به غیر از زود جوشی؟ اینو که خودم میدونم عصبی میشه. آرومه آرومه آرومه، عصبانی نمیشه، ولی اگه بشه کنفرکون میکنه. از خصوصیات، البته اینم بگم ما 5 دقیقه بعدش سعی آروم میشه. اینم از خصوصیات اخلاقی میلاد و ما دیگه ویدیو رو ادامه ندیم. خیلی زمانی حالا سوالاتی که دیگه بله. سوالاتی که دیگه خود دوستان که به نظر شما تا جایی که خودمون به ذهنمون میرسید و عوضی یه تعدادیشون سوالات خودمون بود که به ذهنمون رسید، بیشترشون کامنت هایی بود که دوستان، سوالاتی بود که دوستان پرسیده بودن جواب دادیم. حالا بازم اگر دوستان دوست دارن که این ویدئو و در قسمت بعدی دوباره ما معرفی کنیم خودمون رو بیشتر، کامنت کنن که چه سوالاتی رو دارن، سوالاتشون از ما بپرسن و تا جایی که آره تا جایی که کمک کنیم، نه تا جایی که بتونیم به سوالاتتون جواب میدیم، تا جایی که راه داشته باشید وارد اون حریم خصوصیات هم نشه دیگه، تا اون جایی که راه داشته باشه حتما به جوابات به سوالاتتون جواب میدیم و میگم دیگه وقت ویدیو رو بلند نکنیم زمانش رو تا ویدئوی و اینم بگم که میلادم توی چنل من طرفدارای خودشو پیدا کرد، خیلی طرفدار داره. ممنون بابت حمایتتون. مرسی هستین. و دوستان عزیز ایده به ما بدید، لطف کنید که به ما راهنمایی کنید، دوستانی که ایده های خوبی دارن یا چیزایی که دوست دارن، غذاهایی رو که دوست دارن که لیلی بانو غذاهاش رو براشون توضیح بده و آموزش بده درست کنه، یا به فکرتون میرسه که مثلا فیلم برداری یا ولاگ در مورد چیزی باشه، به ما لطفا بگید که اون چیزی رو که دوست دارید و ما بتونیم برای چشمان زیباتون کمک کنید، که خلاصه میگم کمک کنید که تا چنلمون رشد خیلی زیادی داشته باشه. تا ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید، ما رو نگاه کردید و به ما دلگرمی دادید. دیگه خدافظی تا ویدیوی دیگه. خدا نگهدار. لایک و سابسکرایب و کامنت فراموشتون نشه. خدافظ.